بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر ایگولم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سرحال باشید، همیشه سالم باشید. ما درسمون رو تا پایان رده تو ویدیو کنفرانس قبلی بهتون درس دادم، احتمالا فیلمش رو تا الان دیدیم. برای این رو صفحه 27 vocabulary development، توسعه واژگان. اینو میخوام براتون بگم که این چیز یک مقدار کوتاه هست، چند خطی هست توضیح میدم، بعد میریم صفحه بعد درس اون کارمون ادامه میدیم. vocabulary development، توسعه واژگان. synonyms، مترادف ها. synonyms are words with similar meanings. سینانیم ها، مترادف ها، کلماتی با معنی مشابه هستند، با معنی های مشابه هستند. For example، برای مثال، hard and difficult، سخت و مشکل، که با هم دیگه هم معنی هستن. Or begin and start، یعنی شروع کردن، آغاز کردن، که اینا با هم دیگه سینانیم هستن، هم معنی هستن. Learning synonyms is a good way to develop our vocabulary. یادگیری مترادف ها روش خوب برای توسعه واژگان ما هست. بنابراین یکی از روش هایی که ما واژگانمون رو میتونیم توسعه بدیم، بیشتر یاد بگیریم در زمینه زبان آموزی، یادگیری سینانیمز و آنتونیمز هست، مترادف ها و متضاد ها، که این درس به شما مترادف ها رو گفته. شما یه سری تمرین داره A و B و C، این تمرین A B C که مربوطی به مترادف ها هست انجام بدید، سر کلاس با هم دیگه پی میگیریم. بریم صفحه بعد. صفحه بعد اومده گرامرتون رو براتون شروع کرده به درس دادن. دو تا پسیج داره. من دو تا پسیج رو براتون میخونم، معنیاش هم براتون میگم. لغت های این پسیج، دو تا پسیج بسیار مهمن. وقتی که شما خودتون رو برای امتحان آماده کنید، پسیج هایی رو که مربوط به گرامر هست رو هم آماده بکنید، برای اینکه من از اینجا هم سوال میدم. ممکنه بهتون یک کلوز پسیج بدم، یه متن پر کردنی بدم از همینا، یا ممکنه از واژگانش بهتون سوال بدم. بنابراین هم در پایه سومتونم که امتحان نهایی هست به همین ترتیبه، باید این پسیج ها رو بلد باشید. گرامر، گرامر. Read the following text، متن‌های زیر رو بخونید. An endangered language is a language that has very few speakers. یک زبان در معرض خطر زبانی هستش که گویشگرای کمی داره. Endangered language، زبان در معرض خطر. Few speakers، گویشگران کم. Few یعنی کم. Few رو براتون bold کرده، برابره این درس میخواد راجع به این صحبت بکنه، راجع به few و بعضی از کلمات مشابه این براتون صحبت کنه. Nowadays many languages are losing their native speakers. امروزه زبان‌های زیادی، many رو براتون bold کرده، واحدهای اندازه‌گیری هستند. Few، many. Many languages، زبان‌های زیادی، are losing، دارن از دست میدن their native speakers، گویشگران بومیشون. When a language dies، وقتی که یک زبان از بین میره، the knowledge and culture disappear with it. دانش و فرهنگ باهاش ناپدید میشه. Knowledge، دانش، culture، فرهنگ، disappear، ناپدید شدن، که متضاد appear هست، به معنی ظاهر شدن. پس اینجا many رو براتون bold کرده، واحد اندازه گیری. A lot of endangered languages are in Australia and South America. تعداد زیادی از زبان‌های در معرض خطر، اینجا الاتاف رو براتون بولد کرده، هستند در استرالیا و آمریکای جنوبی. Some of them are in Asia and Africa. بعضی از اونا هستند در آسیا و آفریقا. The number of live languages of the world is around 7,000. تعداد زبان‌های زنده، live languages، تعداد زبان‌های زنده دنیا، world، دنیا، حدود 7,000 تا هست. It's around، هست حدود، around، نه، about، حدود.
And many of them may not exist in the future. و تعداد زیادی از اونا ممکنه در آینده وجود نداشته باشن. Exist وجود داشتن, future آینده. Many researchers are now trying to protect endangered languages. Many researchers, محققان زیادی, many یعنی زیاد, are now trying, حالا دارن سعی میکنن to protect, که محافظت کنن endangered languages, زبانهای در معرض خطر. This can save lots of information and cultural values of people all around the world. این کار میتونه نجات بده, save, نجات دادن, معنی ذخیره کردن هم میده, اینجا نجات دادن. Lots of information, اطلاعات زیادی, lot of, lots of و a lot of, یعنی زیاد. که اطلاعات زیاد and cultural values و ارزش های فرهنگی مردم سراسر دنیا. پس این پسیج وان, تو پسیج وان ما یه سری کلمات رو دیدیم که این کلمات تو پسیج وان ما یه سری کلمات رو دیدیم که این کلمات بولد بود. تو قسمت گرامر ما میخواهم راجع به اینا صحبت کنم. پسیج تو, تو پسیج تو هم دقت کنیم بچه ها کلماتی که بولد هستن. There are many uncountable words for food in English. وجود دارد کلمات غیر قابل شمارش. تعداد وجود دارد کلمات غیر قابل شمارش زیادی, many زیاد. Uncountable words, کلمات غیر قابل شمارش. For food in English, برای غذا در انگلیسی. Native speakers often use words such as a bag of, two slices of, or a piece of with uncountable nouns. گویشگران بومی استفاده می کنند از کلماتی مانند such as, مانند a bag of, یکیسه, two slices of, دو قاش, دو برش, or a piece of, یا یه تیکه, یه قطعه, با کلمات غیر قابل شمارش. This usually happens when they go shopping. این اتفاق میفته وقتی که اونا میرن خرید. این معمولاً, usually معمولاً, happens, اتفاق میفته وقتی که اونا میرن خرید. They may ask for two bottles of water. اونا ممکنه تقاضا کنن برای دو بطری آب. دقت کنید, two bottles of water, دو بطری آب. A bag of sugar, یک کیسه شکر. A loaf of bread, یه قرص نان. Or 2 kilos of meat, یا 2 kilo meat, 2 kilo گوشت. In a coffee shop, در یک کافی شاپ, they may order a cup of tea, اونا ممکنه سفارش بدن یه فنجان چای, a piece of cake, یه تیکه cake, or a glass of juice, یا یه لیوان آب میوه. If a foreign learner uses uncountable nouns wrongly, اگه یک زبونشگر خارجی, فراگیر خارجی, learner فراگیر یاد گیرنده, اگه یک فراگیر خارجی استفاده کنه کلمات غیر قابل شمارش رو به اشتباه, English speakers may not understand them well. گویشگران انگلیسی ممکن اونا رو نفهمن, منظور اونا رو نفهمن. So when you learn English, بنابراین وقتی شما انگلیسی رو یاد میگیری, be very careful, مراقب باش, خیلی مراقب باش about this important point, در مورد این نکته مهم. خب بچه‌ها, پس ما یه سری کلمات رو در بالا دیدیم که بولد شده بودن, مثل فیو, مثل منی, مثل الاتاف, مثل منی. پایین هم یه سری کلمات مثل two bottles of, a bag of, a loaf of, a glass of بولد شده که تو گرامر اینجا هم حالا جمع بست. ببینیم بچه ها, در زبان انگلیسی همطوری که ما میدونیم کلمات از لحاظ شمارش به دو گروه تقسیم میشن, کلمات قابل شمارش و کلمات غیر قابل شمارش. کلمات قابل شمارش کلمات هستن که ما میتونیم اینا رو بشمونیم, مثل book که جمعش میشه books, مثل pen, مثل pencil, مثل notebook, مثل car, میتونیم اینا رو بشمونیم. خب اونایی که قابل شمارش هستن ما قبلشون میتونیم اعداد بیاریم یا ا و ان بیاریم. ا برای کلماتی میاریم که حرف اولشون بی صدا هست, ان برای کلماتی میاریم که اسمشون, یعنی حرف اولشون صدا داره, مثل ان اول, ولی ا کار.
بنابراین اسامی قابل شمارش قبلشون میتونه عدد بیاد و قبلشون میتونه اوام بیاد و برای جمع بستن هم میتونن جمع بسته بشن بوکس، پنسلز، کارز، پنس، پنسل شارپنرز میتونن اس یا اس بگیرن جمع بسته بشن. جدول رو نگاه کنید، اینجا نوشته سینگولر آنکانتبل، قابل شمارش مفرد. بعدی نوشته پلورال آنکانتبل، قابل مثلا پلورال کانتبل و اون سینگل کانتبل یعنی قابل شمارش مفرد، پلورال کانتبل قابل شمارش جمع، آنکانتبل غیر قابل شمارش. و غیر قابل شمارش هم که خودتون میده مثل آب، واتر، میلک، واتر، ترافیک، اینفورمیشن، اینا غیر قابل شمارش هست. خب در مورد کلمات قابل شمارش قبلش ای آورده، اکار جمعش گفته 2, 3, 4 و غیر و کارز، اما ترافیک کلمه ترافیک معنی عبور و مرور غیر قابل شمارشه. ما قبلش عدد نمیتونیم بیاریم، قبلش ای و ان هم نمیتونیم. ادامهش رو در جدول پایین میبینیم، نوشته ای بوک یک کتاب. خب اگه ما بخواییم بگیم کتاب های زیادی چی؟ اگه بخواییم بگیم تعداد کتاب چی؟ میتونیم از یکی از بعضی از یکی از این واحد های اندازه‌گیری استفاده کنیم. Some books, many books. تعداد کتاب، تعداد زیاد کتاب. اما در ستون بعد که uncountable غیر قابل شمارش، information اگه بخوام بگیم قدر اطلاعات یا بعضی اطلاعات چی باید بگیم؟ اینجا میتونیم از some information بعضی اطلاعات یا much information اطلاعات زیاد استفاده کنیم. اگه دقت کنید کلمه سام هم با کلمه قابل شمارش استفاده شده باکس، هم با information که غیر قابل شمارشه. بنابراین سام هم با قابل شمارش به کار میره هم با غیر قابل شمارش، اما many یعنی تعداد زیاد با اسامی قابل شمارش به کار میره، much مقدار زیاد با اسامی غیر قابل شمارش. بریم پایین، a bird یه پرنده. خب این قابل شمارشه، چون قابل شمارش هست قبلش ا اومده. Lots of a lot of birds، پرنده های زیادی. اگه بخوایم بگیم 10 تا پرنده میگیم 10 birds، ولی اگه بخوایم بگیم پرنده های زیادی چی؟ Lots of a lot of birds. حالا رفته اونجا در ستون سوم براتون یه اسم غیر قابل شمارش آورده، مثل chicken soup، سوپ جوجه. اگه بخوایم بگیم سوپ جوجه زیاد چی؟ میتونیم بگیم a lot of chicken soup یا lots of chicken soup. بنابراین lots of و a lot of هم با اسامی قابل شمارش به کار میرن، هم با اسامی غیر قابل شمارش. بریم پایین، a man یک مرد. خب این قابل شمارش. اگه بخوایم بگیم مردان کمی چی؟ میگیم few men. مردان اندک میشه few men، مردان کم میشه a few men. few از a few کمتره، few تقریبا منفیه. وقتی میگیم few men یا few books یعنی تعدادشون خیلی کمه، a few یه مقدار بیشتره، چند تا کتاب، چند تا من. اما اگه بخوایم در مورد bread که غیر قابل شمارشه بگیم چی؟ میشه little bread، a little bread. پس تا اینجا ما یاد گرفتیم که some، lots of و a lot of هم با اسامی قابل شمارش میاد، هم با اسامی غیر قابل شمارش. many با اسامی قابل شمارش میاد، much با اسامی غیر قابل شمارش، few a few با اسامی قابل شمارش میاد، little a little با اسامی غیر قابل شمارش. حالا بریم سر سوالا. بخوام سوال بپرسیم چی از چه کلماتی برای قابل شمارش و غیر قابل شمارش استفاده کنیم. سوال اول نگاه کنید. پس من یه دور دیگه براتون مرور میکنم. some، a lot of و lots of هم با اسامی قابل شمارش میاد، هم با اسامی غیر قابل شمارش. many، few، a few با اسامی قابل شمارش میاد، much، little، a little با اسامی غیر قابل شمارش. باشه، شما باید اینا رو بلد باشید و قبل از اسامی که بهتون تا تست کالر چی میدیم باید از اون استفاده کنید. حالا بریم قسمت سوال. How many cars are there in this street؟ چند تا ماشین تو خیابون وجود داره؟ خب اینجا cars چون قابل شمارشه میگیم how many. پس کلمه شمارش، کلمه پرسشی
اسامی قابل شمارش هامنی هست. هامنی cars are in the street؟ There are، وجود دارن. 2, 3, 4، some، many، lots of، a lot of، few، a few، few cars. همه اینا رو ما میتونیم قبل از cars استفاده کنیم. یا بعدی، how many books do you need؟ چند کتاب شما نیاز داری؟ I need 2 books, 3 books, 4 books, some books، many books، lots of books، a lot of books، a few books، few books. پس اینا کلماتی بودن که ما تونستیم قبل از few قبل books استفاده کنیم، چون book ما قابل شمارش است. حالا برید پایینش. How much information does your teacher need؟ چقدر اطلاعات معلم شما نیاز داره؟ خب چون اطلاعات کلمه غیر قابل شمارش هست، ما اینو با how much سوال میکنیم. پس how many برای سوال کردن کلمات قابل شمارش بکار میرن، how much برای سوال کردن کلمات غیر قابل شمارش. How much information does your teacher need؟ She needs some، much، lots of، a lot of، a little، little. همه اینا میتونن قبل از اسامی غیر قابل شمارش بیان، information. یا سوال بعدی، how much bread is there in the kitchen؟ دوباره چون bread نون غیر قابل شمارش هست، با how much اومده. There is some، much، lots of، a lot of، a little، little bread. بعد قبل از bread چون غیر قابل شمارشه، همه اینا رو میتونیم استفاده. بریم صفحه هین تذکر. Measure words with uncountable nouns، کلمات اندازه گیری با اسامی غیر قابل شمارش. بعضی از کلمات هستند در زبان انگلیسی که واحد اندازه گیری خودشون رو دارن. پس بعضی از کلمات در انگلیسی واحد اندازه گیری خاص خودشون رو دارن و ما باید این کلمات رو حفظ کنیم، بلد باشیم. مثلا bottle of water، یه بطری آب، یا a glass of water، یه لیوان آب، یا a cup of tea. ما نمیتونیم بگیم I want a tea، من یه چای میخوام، I want a water. اینه بگیم برای native speaker یا گویشگر بومی اون زبان مثل عادیه، چیز عجیبیه، unnaturale، غیر عادی هست. نمیتونیم بگیم مثلا یه شیر میخوام، یه برنج میخوام، یا یه کیک میخوام. اینو نمیتونیم بگیم، باید واحد اندازه گیری خاص خودشون رو به کار ببریم. خب قبل از این واحد های اندازه گیری ما میتونیم از ا و ان ا و از ا استفاده کنیم، مثل گلاس و باتلا، و یا اینکه میتونیم اون واحد های اندازه گیری دو بطری آب بکار میگیم تو باتلز آف باتل، اون واحد های اندازه گیری جمع کنیم. پس یه دو دیگه بهتون میگم، بعض از کلمات هستن که واحد اندازه‌گیری خاص خودشون رو دارن، ما باید واحد‌های اندازه‌گیری ما رو بلد باشیم. اگه بخوایم بگیم یک دو یک واحد از اون چیز رو میخوایم قبلش ای میتونیم به کار بریم. اگه چند تا مثلا چند تا فنجان چای میخوایم بگیم 2-3 cups of، cups of water، cups جمع میبندیم. خب و اینا میخونم، پس به شما گفتم اینا رو باید حفظ کنید از بر باشیم. A bottle of water، یه بطری یا 2-3 bottles of water، دو سه بطری آب، 4 bottles of water، 4 بطری آب. A cup of tea یا کافی، یه فنجان قهوه یا چای، 2-3 cups of tea or coffee، دو سه فنجان قهوه یا چای. A glass of water، یه لیوان آب، یا a glass of juice، یه لیوان آب میوه، 2-3 glasses of water، دو سه لیوان آب، 2-3 glasses of juice، دو سه لیوان آب میوه. A bag of rice، یک کیسه برنج، a bag of sugar، یک کیسه شکر، یا 2-3 bags of sugar، دو سه کیسه شکر یا برنج. A piece of cake، یه تیکه کیک، یه قطعه، یه تیکه کیک، یا یه تیکه کاغذ، paper، 2-3 pieces of cake or paper، 2-3 pieces of cake، دو سه قطعه کاغذ یا cake. A slice of melon، یا a slice of banana، یه slice، یه قاچ ملون هندونه، یه قاچ موز، 2-3 slices of، دو سه
برش یا قاج هندونه یا موز. پس اسلایس آف یعنی یه برش یا قاج. A kilo of meat یا رایس 2-3 kilos of meat or rice. 1 kilo برنج، گوشت یا برنج. 2-3 kilo گوشت یا برنج. A loaf of bread، یه قرص نان. 2-3 loaves of bread، 2-3 قرص نان. اینجا loaf رو ببینید چجوری جمع بسته شده. loaf شده loaves. اینو دقت کنید تو سوالات کنکور، تو سوالات امتحانی این کلمه زیاد میاد، چون جمعش مقدار باید تو ذهن خود داشته باشید. پس a loaf of bread، یه قرص نان، 2-3 loaves of bread، 2-3 قرص نان. پس بچه ها این جدول رو باید حفظ کنید. من از این مالی دو بنده ها رو براتون میگم. A bottle of، یه بطری. A cup of، یه فنجان. A glass of، یه لیوان. A bag of، یه کیسه. A piece of، یه تیکه، یه قطعه. A slice of، یه قاچ، یه برش. A kilo of، یه کیلو. A loaf of، یه قرص. جمعش هم که براتون گفتم. خب درسمون همینه تا پایان صفحه 30 هست. بعد از 30 صفحه 31 بهتون یه سری تمرین داده. این تمرین رو حل کنید، جلسه بعد بر من بیارید. و همینطور تمرینات ریدینگ و تمرین صفحه 27 رو حل کنید. سر کلاسی این تمرینات رو با هم دیگه چک می‌کنیم. براتون آرزوی موفقیت دارم. تا جلسه بعد، خداحافظ. سلام دانش آموزان عزیز. 11 تجربی و ریاضی دبیرستان پیک نور. امروز درس اول تاریخ معاصر ایران رو بر شما توضیح میدم. نکاتی هم که توی کتاب لازمه علامت بزنی، نکته هایی رو که میگم زیرش علامت بزنی. درس اول حکومت قاجار از آقا محمد خان تا محمد شاه، بنیان سلسله قاجار. این قاجار، نکته که زیرش علامت بزنی، مانند سایر ایلها و عشایر بزرگ ایران، یکی از عوامل مؤثر در تحولات سیاسی اجتماعی ایران به شمار می آید که در زمان مغولان به ایران کوچ کردند. به هنگام تشکیل سلسله صفوی توسط شاه اسماعیل، در شمار ایلهایی بود که به یاری شاه اسماعیل پرداخت. اما پس از سقوط حکومت صفوی، نادرشاه میانه خوبی با قاجاریان نداشت. سلسله های حکومتی که تو ایران اومدن، من از صفویه بر شما میگم. یه قبل از درس اول چند صفحه شکل صفحات سبز اومده برای مطالعه بچه ها. شما حتما این رو یه دون بخونی، یه اطلاعات رو بهتون میده. حکومت صفویه، بعد افشاریه، زندیه، بعدا قاجاریه تو ایران حکومت رو به دست میگیره. میگه که این درس داره تا این پاراگراف اول میگه که ایل قاجار زمان مغول به ایران حمله میکنه، در به قدرت رسیدن شاه اسماعیل بهش کمک میکنه که شاه اسماعیل قدرت رو دست میگیره. در تبریز حکومت صفوی رو تاسیس میکنه، مذهب شیعه رو رسمیت میبخشه شاه اسماعیل. اما زمان که حکومت صفوی از بین میره و افشاریان قدرت رو به دست میگیرن، ایل قاجار میانه خوبی با حکومت این افشاریه نداشتن، به خاطر اینکه بعد از فروپاشی حکومت صفویه، چون یه حکومت قدرتور مرز و امنیت داشت، رابط سیاسی و تجاری با اروپاییان داشتیم، در کنار حکومت ایران دوره صفویه عثمانی ها را داشتیم، امپراتوری عثمانی دولت قدرتمندی بود در همسایگی ایران. و بعد اما قاجارها
افشاریه، زندیه، بعد از فروپاشی حکومت صفویه هر کدوم ادعای قدرت داشتن، ادعای حکومت داشتن. در گوش و کنار این ایلات با هم درگیر و جنگ هایی داشتن تا اینکه بعد از صفویه افشاری حکومت رو به دست میگیره. حالا بعد از افشاری زندیه و باز هم حکومت قاجار، این ایل قاجار تلاش میکنه قدرت رو به دست میگیره اما موفق نمیشه، که بعد از زندیه ایل قاجار حکومت رو به دست میگیره که اینجا بر شما توضیح داده. حالا داری میگه که چرا میانه خوبی نداشتن؟ زیرا آنها مدافع حکومت قبلی، یعنی حکومت صفوی بودن، یعنی قاجارها. پس از مرگ ناده قاجارها مانند دیگر اینات کوشیدن قدرت رو در ایران به دست بگیرن، اما رهبر قاجارها یعنی محمد حسن خان جان خود رو در دستیابی به قدرت از دست داد و فرزندش آقا محمد خان به اسارت کریم خان زند در اومد و حکومت به خاندان زند منتقل شد. با مرگ کریم خان زند، آقا محمد خان از دربار او گریخت، سرانجام غلبه و رتبه خان آخری فرمانروای زند حکومت رو در کشور به دست گرفت. پس صفویه، افشاریه، زندیه، قاجاریه. حالا مؤسس سلسله قاجار آقا محمد خانه. به این ترتیب آقا محمد خان توانه سلسله قاجار رو در اینا بنیان نهاد. وی تهران رو که در اون زمان، این نکته مهمی که زیر شرامت بزنیم، سلسله قاجار رو در ایران بنیان نهاد. وی تهران رو که منظورمون آقا محمد خانه، در اون زمان روستایی در حومه ری بود به پایتختی برگزید. این سلسله قریب 130 سال بر ایران حکومت کرد. حالا قاجارها چه زمانی قدرت رو به دست گرفتن؟ یه سوالی میتونه باشه، قاجارها چه زمان قدرت رو به دست گرفتن؟ قاجارها زمان قدرت رو به دست گرفتن که ایران درگیر رقابت‌های دولت‌های اروپایی شده بود. نکته‌ای که زیر شلامت بزنه نکته مهمیه. بعد با فروپاشی حکومت صفویه مرزها ناامن میشه، خاطر همین گرجستان و خاننشین‌های قفقاز که مسلمان بودن، گرجستان که تحت حاکمیت مسیحیان بود، اینا سرزمین‌هایی بودن زمانی تحت حاکمیت صفوی قرار داشتن. گفتیم حکومت صفوی از بین میره، آقا محمد خان و قاجاریه مدعی این سرزمین‌ها هستن. این سرزمین گرجستان و سرزمین قفقاز. آقا محمد خان برای اعمال حاکمیت دوباره بر ایالت‌های شرق و گرجستان که در دوران زن به زیر سلطه روس‌ها رفته بود دست به تلاش‌های زیادی زدن که تفلیس رو بازپس می‌گیره از روس‌ها. اما بعدا در لشکرکشی به قفقاز توسط عده‌ای از همراهانش به قتل می‌رسه. پس آقا محمد خان که تأسیس سلسله صفویه رو داره و تهران رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب می‌کنه، تفلیس رو بازپس می‌گیره، اما در لشکرکشی به قفقاز توسط عده‌ای از همراهانش به قتل می‌رسه. چون آقا محمد خان فرزندی نداشت، برادرزاده‌اش بابا خان با عنوان فتحعلی شاه دومین شاه قاجار قدرت رو به دست می‌گیره. اما در این دوره که این 37 سال تو ایران حکومت میکنه، جنگ ایران و روسیه شروع میشه و فرانسه به ایران توجه میکنه، انگلیس. علت اصلی توجه کشور اروپایی به شرق آسیا از جمله اینکه هند مستعمره انگلیس میشه. انگلیس توی آسیا دو تا مستعمره داره، یکی هند و یکی مصر، که هر دو تا از لحاظ موقعیت سیاسی و استراتژیک و منابع اهمیت زیادی داشتن. پس در این دوره سه تا دولت اروپایی درگیر و رقابت هستند برای دستیابی به منابع اولیه: روسیه، انگلستان و فرانسه.
انگلستان که هند رو مستعمره خودش میدونه، روسیه هم که همسایه شمالی ایرانه و فرانسه هم که در رقابت با اینا، در رقابت با این دولت ها و ایران هم تحت تاثیر رقابت ها قرار میگیره. هجوم سیاسی نظامی استعمارگران اروپایی به ایران، استعمارگران اروپایی منظور کدوم ها؟ فرانسه، انگلیس و روسیه. چون شما در مورد روسیه میدونین که اون روسیه که الان تحت عنوان روسیه یه اون زمان وسیع‌تر بود، وسیع کشور ما الان همسایه شمالی ایران کشور ترکمنستان رو داریم، آذربایجان رو داریم، گرجستان. اون زمان همه تحت عنوان روسیه که بعدا انقلاب کمونیستی شد و روسیه به شوروی تبدیل شد و منظور از روسیه کشوری بزرگتر از روسیه که امروز ما داریم در اون زمان مورد بررسی قرار میگیره. خب این سه کشور تو اینا، و این نکته رو بگم که روسیه هم آسیایی و هم اروپاییه. جنگ ایران و روسیه، قتل آقا محمد خان در قفقاز موجب بروز هرج و مرج در نیروی نظامی ایران شد. فتحعلی شاه برادرزاده او در شرایطی به سلطنت رسید که روسیه با حمله های پی در پی ابتدا گرجستان، سپس ایالت های دیگر رو مورد تاخت و تاز قرار داد. چون آقا محمد خان گرجستان رو گرفت، قفقاز رو نشکرکشی کرد اما به قتل رسید. روسیه میخواد اون مناطق رو دوباره بازپس بگیره. حکومت ایران ناامن از لحاظ سیاسی به خاطر اینکه مخالفین داخلی قاجارها، زندیه، افشار اینا همه ادعای حکومت داره، ایلات مختلف تو اینا ادعای حکومت داره، اینا مخالف قاجارها هستن. به خاطر همین هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ سیاسی ایران دچار هرج و مرج بروزها به مناطق گرجستان تاخت و تاز میکنن. به این سبب میشه جنگ دوره اول ایران و روسیه اتفاق بیافته. این جنگ به چند دلیل ایران شکست میخوره. یکی این که بیکفایتی و شاهان رو نشون میده و اینکه انگلستان تو ایران دخالت میکنه. انگلستان ایران رو به جنگ با روسیه تشویق میکنه ولی در جنگ به ایران هیچ کمکی نمیکنه. پس جنگ دوره اول ایران و روسیه به شکست ایران منجر میشه و بستن عهدنامه گلستان. بچه اینجا پرسش کتابتون هم میتونه باشه، یه سوالی هم هست که عهدنامه گلستان بین کدوم کشورها بسته شد؟ و اینکه مفاد اقدام گلستان رو بگیم. مفاد اقدام اینه ایران حاکمیت روسیه رو بر ولایت‌هایی که تا اون زمان اشغال کرده بود به رسمیت شناخت، که این داغستان، گرجستان، شهرهای باکو، دربند، شرهان، قره‌باغ، شکی، گنجه، موغان، قسمت بالای اولیا به روسیه واگذار شد. حق کشتیرانی ایران در دریای خزر از بین میره. روسیه نیابت سلطنت عباس میرزا رو در ایران به رسمیت شناخت و رساندن اون سلطنت رو تعهد کرد. این میشه مفاد اقدامی گلستان. هجوم سیاسی نظامی دولت‌های استعمارگر اروپایی زمینه بیداری اسلامی در ایران شد. عالمان دینی برای مبارزه با نفوذ بیگانگان و مخالفان با سلطه استعماری از قواعد قرآنی اسلامی ماننده جهاد فتوا دادن و به خاطر همین ایده علیه روس‌ها در جبهه جنگ شرکت کردن. فرمانده سپاه ایران در جنگ، عباس میرزا در این جنگ از خودش شجاعت و کاردانی زیادی نشون داد اما متاسفانه به دلیل زن. پس چرا سپاه ایران در جنگ با روسیه شکست خورد؟ این سوالیه که جوابش رو میتونید تو متن کتاب پیدا کنید. چرا سپاه ایران در جنگ با روسیه شکست خورد؟ به سبب ضعف و غفلت فتحعلی شاه دربارش خیانت انگلیس به ایران. این دوره از جنگ ها به نفع دولت روسیه تموم شد. پس جنگ دوره اول سپاه ایران شکست می‌خوره. چه عواملی موجب بروز جنگ دوره دوم ایران و روسیه شد؟ جواب پرسید روی کتابتون هم میتونه باشه. بدتر
رفتاری روس‌ها با ساکنان ولایت‌هایی که طبق معاهده گلستان به آن کشور واگذار شده بود موجب نارضایتی این مردم شد و آنان شروع به دادخواهی کردند. پس یک مورد از علت شروع جنگ دوره دوم نارضایتی مردمی که از طبق عهدنامه گلستان از ایران جدا شده بودند. از سوی دیگر معاهده گلستان در مورد تعیین حدود مرزی بین ایران و روسیه مبهم بود. همین مسئله نیز موجب دسترازی روس‌ها به خاک ایران از جمله اراضی اطراف ایروان و آذربایجان شد. پس علت شروع جنگ دوره دوم ایران و روسیه دو مورد میتونه باشه: نارضایتی مردمی که در عهدنامه گلستان از ایران جدا شده بودند. مورد بعدی هم این حدود مرزی در عهدنامه گلستان مشخص نبود. این عوامل سبب بروز جنگ های دوره دوم ایران و روسیه. پس جنگ های دوره دوم هم بین ایران و روسیه آغاز میشه که این در اصل فتوای علمای همچون آیت الله سید محمد هاشم مجاهد مردم مسلمان مشتاقانه وارد جنگ با روسیه شدند. عباس میرزا موفق شد بس باز هم فرمانده سپاه ایران در جنگ دوره دوم عباس میرزا مناطق بسیاری را از دست دشمن آزاد کند. اما بار دیگر خیانت دولت انگلستان، بیکفایتی درباره ایران. پس باز هم در دوره دوم جنگ ایران و روسیه دو عامل سبب شکست میشه: خیانت دولت انگلستان، بیکفایتی درباره ایران. سرنوشت جنگ رو به نفع دولت روسیه تزاری رقم زد. این داد ننگین ترکمانچای باز هم قسمت های از ایران جدا شد. جنگ دوره اول عهدنامه گلستان، جنگ دوره دوم باز هم عهدنامه ترکمانچای. مطابق این معاهده جواب خصوصی کتابتون، علاوه بر سرزمین هایی که در عهدنامه گلستان از ایران جدا شد و به روسیه واگذار شد، ایروان، نخجوان، بخشی از دشت ماهان نیز از ایران جدا میشه. بند دوم عهدنامه ترکمانچای کتابتون آورده، ایران متعهد به پرداخت 5 میلیون تومان غرامت به روسیه شد. همچنین برقراری حق کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی به ایران تحمیل گردید. حالا پس عهدنامه ترکمانچای سه تا بندش رو اینجا آورده. قسمتی از شهرهای ایروان، نخجوان به روسیه واگذار شد. 5 میلیون تومان ایران به روسیه قرامت بده. یکی اینکه کاپیتولاسیون به ایران تحمیل شد. حالا کاپیتولاسیون چیه؟ جواب پرسی سه کتابه دارم. پس کاپیتولاسیون: به موجب این حق هرگاه اتباع روسیه مقیم ایران مرتکب جرمی می شدن، دادگاه های ایران حق رسیدگی نداشتن، بلکه مراجع قضایی دولت روسیه می بایست این جرم رسیدگی. اولین بار حق کاپیتولاسیون رو ایران به روسیه میده و اون هم در معاهده ترکمانچای. ایران در دام رقابت توسعه طلبی فرانسه و انگلیس. بچه ها اینجا دولت فرانسه و انگلیس در رقابتن، چون انگلیس که کشور جزیره‌ایه از لحاظ نیروی دریایی قوی و فرانسه توان لشکرکشی زمینی به انگلیس رو نداره. پس اینجا میخواد در مستعمراتش به انگلیس ضربه بزنه، در مستعمراتش بهش ضربه وارد بکنه. و این مستعمره انگلیس مصر و هند. خب فرانسه برای رسیدن به هند باید از طریق ایران، از راه زمینی ایران به هند بره. سعی میکنه که ناپلئون نمایندش رو به ایران بفرسته، با ایران یه قراردادی ببنده. اسم قرارداد هست فینکنشتاین. قرارداد فینکنشتاین، هم ایران یک سری تعهداتی داره و هم فرانسه یک سری تعهداتی داره. یکی از تعهدات ایران اینه که مرزش رو در اختیار فرانسه قرار بده،
یا راه زمینی خاک ایران رو در اختیار فرانسه قرار بده که فرانسه بتونه از طریق ایران بره به هند و با انگلیس به جنگه. خب شما میدونین که همسایه شمالی ایران و روسیه و انگلیس هم که در شرق ایران هند رو تحت تصرف خودش داره. خب شاه ایران این قرارداد رو با ناپلئون می‌بنده، اما حوادث جدیدی رخ میده. ببین کتاب ادامه‌اش رو چجوری توضیح میده. این نکته رو دقت کنید، میگه که دو دولت فرانسه و انگلیس، قسمت به ایران در دام رقابت توسعه طلبی فرانسه و انگلیس، خط دوم، دو دولت فرانسه و انگلیس به جهت کسب منافع خود در ایران، دقت کنید، با یکدیگر رقابت می‌کردند. چرا دو دولت فرانسه و انگلیس تو ایران رقابت می‌کردند؟ جهت کسب منافع خود. ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه که از حمله مستقیم به انگلیس ناتوان بود، قصد داشت با تصرف مستعمره انگلیس این کشور را شکست دهد. این نکته مهم زیش علامت بذاره. مهمترین مستعمره انگلیس هندوستان بود که دسترسی به اون از راه ایران امکان پذیره. به این منظور ناپلئون قرارداد فینکنشتاین رو با ایران بست. بر اساس این معاهده، جواب پرسه پنجتون، بر اساس این معاهده، این کدوم معاهده فینکنشتاین بین کدوم کشورها بسته شد؟ ایران و فرانسه. فرانسه متعهد شد ایران رو در جنگ با روسیه کمک کند در مقابل ایران برای حمله به متصرفات انگلیس در هند با افغانها قبائل هرات و قندهار متحد شود و به انگلستان اعلان جنگ دهد. چون همچنین در صورتی که تصمیم ناپلئون بر لشکر کشی به هند قرار گیرد، اجازه عبور لشکر او از ایران به اون کشور داده شود. خب حالا ببین چه اتفاقی میافته. از اونجایی که همه استعمارگران به دنبال منافع و نه دوستی دائمی با ایران بودند، پس از اونکه ناپلئون با تزار روزی شلامت می‌زد، اقدامه تلسیت رو بست، تعهدات خود نسبت به ایران رو زیر پا گذاشت. پس فرانسه اقدامه فینکنشتاین رو از یاد می‌بره، میاد با روسیه اقدامه تلسیت رو می‌بنده. به خاطر ایران تنها بود، ایران پناهگاهی نداره، ایران دنبال یک متحده. نکته که زیر شما علاقت بزنید، دربار ایران که از حمایت فرانسه ناامید شده بود به انگلستان می‌آورد. بیاید انگلستان ایران صدی محکم در برابر تهاجم مستعمرات خودتر نمی‌دانست و علاقه داشته با ایران یک تعهد رو، یک اعنامی رو ببنده. انگلستان میاد با ایران اعنامه مجمل رو میبنده. به موجب این توافق نامه که به اعنامه مجمل مشهور است، ایران انگلستان تعهد کرد که هرگاه نیروی نظامی دولت‌های اروپایی به ایران حمله کنند، نیروی نظامی در اختیار ایران قرار دهد و یا در عوض اون به دولت ایران کمک مالی کند. پس اونجا اعنامه مجمل بین کدوم کشورها بسته شد و مفاد اون رو بگید. به موجب این توافق نامه تا به ایران کمک مالی کند. اینجا یه اعدنامه دیگه ایم آورده به نام مفصل که به امضای فتحعلی‌شاه رسید. نکته‌ای که باید زیرش علاقت بذارید، مفاد اون به گونه ایه که استقلال ایران به باد میره. بندهای اعدنامه مفصل، تعهدات ایران، تعهدات انگلیس. تعهدات ایران اینه که قبول حکمیت نماینده انگلیس در اختلاف مرزی خود با روسیه، خودداری از بستن قرارداد با روسیه یا هر دولت سومی که دشمن انگلیس باشد، استخدام نکردن افسر و افراد نظامی برای آموزش سپاه ایران از کشورهایی که با انگلیس روابط دوستانه ندارد. حالا انگلیس چه تعهد کرده؟ در برابر انگلیس نیز تعهدات مهمی رو ارائه میده. اگر دولت ثالثی به خاک ایران تعرض کند، انگلیس حتی المقدور از کمک و مساعدت به ایران خودداری نکند. انگلستان از کمک به سرکشان و شاهزادگانی که علیه تاج و تخت پادشاه قاجار قیام کنند خودداری کنند. این دو تا تعهدی که کتابتون آورده. اما انگلستان، نکته ای که میگه
مانند فرانسه، چون فرانسه در اقدام فینکنشتان این تعهدات رو زیر پا گذاشت. انگلستان هم در این اقدامی که با ایران بسته، پس انگلستان نیز مانند فرانسه در مقابل سازشی که با روسیه انجام داد به تعهدات خود عمل نکرد. این کشور نه تنها روابط دوستانه‌ای بر ایران برقرار نمی‌کنه، به منظور جلب دوستی دولت استعماری روسیه مستشاران خود را از ارتش ایران فراخواند، از کمک به ایران خودداری کرد و داوری سفیر خود را در پیمان صلح ایران روسیه به ضرر ایران و کشور ما تحمیل کرد. چون همه کشورهای استعماری به دنبال منافع خودشون هستند. جنگ هرات، هرات یکی از شهرهای شرقی ایران، قبلا جز ایران بود، حاکم هرات تابع ایران بود، اما چون با هند نزدیکه، مرز مشترکی با هند داره، روسیه همیشه سعی میکنه هرات ناامن باشه برای کی؟ برای انگلستان، چون هند مستعمره انگلیسه و ایران رو به هرات سرگرم بکنه. ایران چندین بار به هرات لشکرکشی میکنه اما موفق نمیشه هرات رو بگیره، چون انگلیس با لشکرکشی ایران به هرات مخالف مرزهاش رو، نیروهاش رو به خلیج فارس هم جزیره خارک میاره. ایران رو تهدید میکنه که اگه دست از محاصره هرات بر نداره خاک ایران رو اشغال میکنه. چرا روسیه ایران رو تشویق به جنگ هرات میکنه؟ به خاطر اینکه ایران به سرزمین های شمالی که در اقدامه گلستان و ترکمانچای از دست داده، به این ایالت های از دست رفته فکر نکنه که دوباره بتونه اینا رو بازپس بگیره. جنگ هرات، هرات شهر هرات دروازه هندوستان شمرده می شود. در اون زمان جز ایران بود، اما حکمران اونجا کامران میرزا با تحریک انگلیس رو دقت کنید علیه حکومت مرکزی ایران شورش کرده بود. چون کشورهای استعماری همیشه این مناطق مرزی رو، از این مناطق مرزی حربه‌ای برای رسیدن به اهداف خودشون استفاده می‌کنند، حتی گاهی به مناطق دیگر ایران دسترسی می‌کنند. پس کامران میرزا که حاکم هرات تابع دولت ایرانه، از دولت ایران سرپیچی کرده. دلیلش هم اینه که انگلیس به اینو تحریک می‌کنه. پس از پایان جنگ‌های ایران و روسیه، فتحعلی‌شاه برای جبران ناکامی خود متوجه شرق ایران بازپسگیری هرات شد. فتحعلی شاه از این شلامت بزنید، ولی عهد خود عباس میرزا را به سوی هرات روانه کرد که این هرات را بازپس بگیره، کامران میرزا را تنبیه بکنه. ولی با قبل از انجام ماموریت این عباس میرزا فوت میکنه. حالا در مورد قتل عباس میرزا گفتن که توسط انگلیسی ها مسموم شده. حالا روس ها ایران رو در حمله به هرات تشویق میکردن. جواب پرسش شیش کتابتونه میتونه باشه. چرا روس ها ایران رو در جنگ به هرات تشویق میکردن؟ دو دلیل داره. از سوی با انگلستان رقابت داشتن، به خطر افتادن مستعمره انگلیس در هند رو به مصلحت خود میدانستن. از سوی دیگر مشغول شدن ایران در جنگ هرات رو مایه فراموشیه ایالت های از دست رفته شمالی توسط دولت ایران می دانستن. خب پس از مرگ فتحعلی شاه، چون عباس میرزا ولیعهد بایستی جانشین فتحعلی شاه بشه، اما فوت میکنه، فرزند عباس میرزا که محمد میرزا باشه به عنوان سومین شاه ایران حکومت رو به دست میگیره. سرکوب مدعیان سلطنتش رو انجام میده. بعد از اون صدر اعظمش ابوالقاسم قائم مقام فراهانی که خدمات زیادی رو در برای محمد شاه انجام میده، اما
این محمد شاه نسبت به صدر اعظمش بدبین میشه. شما میدونید که بچه صدر اعظم ها نقش‌های زیادی در اداره امور کشور داشتن، با سواد بودن، سیاست مدار بودن، افرادی از جمله این محمد صدر اعظم محمد شاه که میرزا ابوالقاسم های مقام فراهانی بود بدبین میشه نسبت به که اطرافیانش رو تأثیر دارد و این صدر اعظم رو به رتم میرسونه. پس از اون کامران میرزا حاکم هرات دوباره نافرمانی کرد، محمد شاه اقدام به محاصره هرات. پس قضیه هرات زمان فتحعلی شاه بود، در زمان محمد شاه هم هست. سوالی که اینجا میتونه بنویسه این که صدر اعظم محمد شاه چه کسیه؟ اسمشو رو نام ببرید. بعد قضیه هرات در زمان محمد شاه به این شکله که اونجا لشکرکشی میکنه که هرات رو بازپس بگیره ایران. اما اینجا نکته اینو که پاراگراف آخر گفته، انگلیسی ها سرانجام جزیره خارق اشغال کردن، تهدید کردن که در صورت ادامه محاصره هرات در خاک ایران پیشروی خواهند کرد. محمد شاه که تمام رویارو با انگلیسی ها را در خود نمیدید، از جانب روس ها حمایت عملی دریافت نکرده بود، دست از محاصره هرات برداشت. سرنوشت هرات چی میشه؟ زمان ناصرالدین شاه که چهارمین شاه قاجار باشه، تی عهدنامه پاریس افغانستان از ایران جدا میشه. این هدف انگلیس این بود که اینو از ایران جدا بکنه که تو این عهدنامه فرانسه واسطه میشه. عهدنامه‌ای که بسته شد افغانستان رو از ایران جدا میکنند، یعنی از اون زمان که اعدامی پاریس زمان ناصرالدین شاه کشور مستقلی به نام افغانستان رو در شرق ایران ما داریم. قبلا کشوری به نام افغانستان وجود نداشت، سرزمین ها همه مال ایران بودند. حالا معاهده دوم ارزنتر، پس شمال ایران درگیری ما با روسیه بود، اعدامی گلستان ترکمانچای خیلی از شهرهای خاننشین های قفقاز گرجستان از ایران جدا شدن، در شرق ایران درگیری با هند، چون هند مستعمره انگلیس بود ما با انگلیس درگیری داریم. حالا برسیم به غرب ایران، کشوری به نام امپراتوری عثمانی راه دریایی آبی در اختیارش بود، راه دریایی مدیترانه، دریای سرخ که با اقیانوس هند منتهی میشد و این راه دریایی در خیال دولت قدرتمند و امپراتوری عثمانی بود. به خاطر همین ایران رابطه سیاسی تجاری با اکثر کشورهای اروپایی داشت در زمان صفویه. اما در دوره قاجار چون مرزهای عثمانی از جمله عتبات عالیات، کربلا و نجف در اختیار دولت عثمانی بود و ایرانیان به این دو شهر اهمیت زیادی میدادند، هم از لحاظ مذهبی برای زیارت و هم بازرگانان در تجارت با این شهرها در ارتباط بودند. در زمان فتحعلی شاه روابط خوبی داشتیم، یه سری درگیری هایی بود، اما در زمان محمد شاه این درگیری ها به اوج رسید. و اما دولت عثمانی، دولت انگلیس و روسیه تمایل نداشتن که ایران و عثمانی درگیر بشه، چون قدرت نظامی عثمانی ها بیشتر بود و میتونستن ایران رو به راحتی تصرف بکنن و با تصرف عثمانی مرزهای شرقی یا همون هند ناامن میشد یا مرزهای شمالی برای روسیه ناامن میشد. خاطر همین چون روسیه به خلیج فارس و انگلیس به خلیج فارس نیاز داشتن، اجازه لشکرکشی عثمانی به ایران رو نمیدادن. به خاطر همین اینجا واسطه میشن و
در این گرودار یک عهدنامه‌ای با ایران می‌بندن به نام ارزنترون یا ارزروم. ارزروم، شهر ارزنترون، مرکز استان ارزروم در ترکیه قرار داره که این شهر نقش بزرگی در رابط بازرگانی ترکیه و ایران ایفا کرده است که الان حدود، حالا دقیقش رو من نمیدونم، ولی توی جای خوندم که 367,000 نفر جمعیت داره. پس اهنامه ارزروم یا ارزنترون با ایران بسته میشه. حالا دو کشور ایران و عثمانی از دوره صفویه با یکدیگر اختلاف داشتن. دولت استعمارگر در این اختلاف ها دامن میزدن چون جنگ بین دو کشور مسلمان رو به نفع خیش میدانستن. در زمان قاجارها نیز این اختلاف ادامه پیدا کرد. در دوره پدرشاه عباس میرزا به خاک عثمانی لشکر کشید، اما با وجود پیشروی‌هایی تن به سازش دادن. دو کشور تن به سازش دادن. در زمان محمدشاه اختلاف مرزی بین ایران و عثمانی افزایش یافت. این نکته که چه شرمت بزنید، درگیری پراکنده بین دو کشور روی داد. سرانجام در شهر ارزنترون مذاکرات بین نمایندگان ایران و عثمانی با حضور نمایندگان روسیه و انگلیس برای حل اختلاف ها انجام شد. نماینده ایران، نکته مهم، نماینده ایران در عهدنامه ارزنترون میرزا تقی‌خان فراهانی یا امیر نظام که بعدها صدراعظم ناصرالدین شاه تحت عنوان امیر کبیر. جواب پرسش هفتتون هم میتونه باشه. مفاد عهدنامه دوم ارزنترون، این مذاکره ها به عهدنامه ارزنترون منجر میشه. مذاکرات بین ایران و عثمانی که به موجب ایران یک سری تعهداتی را قبول میکنه، عثمانی هم سری تعهداتی به موجب این قرار داد. ایران از ادعاهای خود درباره بعضی مناطق از جمله سلیمانیه دست برداشت. در مقابل دولت عثمانی حاکمیت ایران بر خرمشهر، سایر چپ اروندود، کشتیرانی در این رودخونه را به رسمیت شناخت. علاوه بر آن، حالا ببینید تعهد عثمانی چیه؟ دولت عثمانی متعهد شد که از آزار و اذیت زائران ایرانی عتبات آلیات جلوگیری کنه، تسهیلات لازم رو برای بازرگانان کشور ما در اون سرزمین فراهم کنه. شما تو این درس جنگ ایران و روسیه رو خوندین. از اول دارم برای شما توضیح میدم. یکی اینکه پادشاهی آقا محمد خان تهران رو به عنوان پایتخت انتخاب میکنه. دومی شاه قاجار فتحنشاه رو خوندیم که رقابت دولت‌های استعماری تو ایران، جنگ ایران و روسیه و بستن عهدنامه گلستان، مفاد عهدنامه گلستان، عهدنامه ترکمانچای، جنگ دوره دوم، شکست ایران. پس در هر دو دوره ایران شکست می‌خوره. جنگ دوره اول عهدنامه گلستان رو داریم، جنگ دوره دوم بستن عهدنامه ترکمانچای. بعد فینگرشتان بین ایران و فرانسه، پشت کردن ایران، فرانسه به ایران، تلسیب بین فرانسه و با روسیه. بعد مجمل بین انگلستان، مفصل ایران و انگلستان. بعد این رو توی درس خوندی. بعد از اون عهدنامه ارزنترون رو داریم که بین ایران و عثمانی بسته شد. درس کامل بخونی، عهدنامه رو خوب یاد بگیر، سعی کنی هفت پرسش نمونه کتابتون رو جواب رو تو متن یاد بگیر. درس یکی ما تمام شد. امیدوارم که موفق باشید. درس بعدی رو برای شما جلسه بعدی میدم. اگر سوالی دارید جلسه برای پرسش پاسخ شما میذارم. موفق باشید. خدا نگهدار.